لیونل مسی یک ستاره بزرگ و این به هیچ کس پوشیده نیست و این پدیده بزرگ همینطور با گذر زمان ما رو بیشتر و بیشتر شوکه میکنه. در همین اواخر هم یک مدیر ورزشی به نام میگل مارتینز رفته و آمار جزئیات بازی‌های مسی رو در کودکیش در تیم نوولز اولد بویز رو درآورده که واقعا حیرت آوره. من حامدم و اینجا کانال ورزش ها با توی این ویدیو بازی‌های مسی در کودکیش در تیم نوولز اولد بویز رو بهتون نشون میدیم و حواشی دور اون رو براتون شرح میدیم. لطفاً یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین جزئیات دانسته های ورزشیتون بیشتر بشه کانال ورزش ها رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. مارتینز مدارکی که از مسی در بین سالهای 1994 تا 1999 وجود داشته رو بررسی کرد و نشون دادن که مسی کوچک توی 76 تا بازی خودش 234 تا گل زده. بله 234 تا، این خیلی حیرت آوره و یعنی بیشتر از یک گل در هر بازی که برای یک کودک خردسال واقعا فوق العاده است. بر اساس این آمار او در سال 1994 توی 29 تا بازی 40 تا گل زده، توی سال 1995 توی 30 تا بازی 35 تا گل زده، توی سال 1996 توی 27 تا بازی 36 تا گل زده، توی سال 1997 توی 36 تا بازی 40 تا گل زده، توی سال 1998 توی 25 تا بازی 27 تا گل زده و اما مهمترین سال دوران کودکی لیونل مسی سال 1999 بود که تونست توی 29 تا بازی 55 تا گل بزنه. بله 55 تا گل که تقریبا میشه دو گل در هر بازی و برای هر کسی با اون سن و سال واقعا خارق العاده است و همه انتظار داشتن که مسی توی هر بازی هتریک کنه و یا حداقل یک گل رو بزنه. تازه در اون زمان مسی توی آرژانتین توی یک زمین بسیار بدون کیفیت و بدون امکانات بازی میکرد و اگر شرایط براش بهتر میبود واقعا قوقا میکرد. خود مسی در این مورد گفته من توی روزاریو در آرژانتین توی یک زمین داغون بازی میکردم، توی اون زمین شیشه، آشغال و یه عالمه چیز دیگه پیدا میشد. و اما در کل این که یه بچه بین سنهای 7 تا 12 سالگیش این همه گل بزنه واقعا خارق العاده است و دیدن بازی مسی کوچک برای تیم نوولز اولد بویز واقعا خیره کننده است. شاید خیلی از ماها از دیدن عملکرد این بچه کوچک در زمین تعجب نکنیم چون ما میدونیم که او لیونل مسی هست و در کل دریبل زدن همه و گل زدن یه کار عادی از او به حساب میاد. اما خب اگر او رو به عنوان یه پسر بچه معمولی ببینیم میبینیم که همچین سطح بازی توی این سن و سال واقعا حیرت آوره. تازه تقریبا همین سه ماه پیش طرفدارهای نوولز اولد بویز یه راهپیمایی بزرگ رو انداختن و از لیونل مسی خواستن که به خونه اولش برگرده و برای اونها بازی کنه. خیلی ها توی آرژانتین دوست دارن که مسی به اونجا برگرده و حتی رئیس جمهور اونها آلبرتو فرناندز هم یکی از همین افراده. او در مورد مسی گفته لیونل تو توی قلب ما هستی اما ما شاید هیچ وقت نبینیم که تو توی کشورمون بازی کنی. برامون شادی به ارمغان بیار و دوران فوتبالیت رو توی نوولز اولد بویز تموم کن. او همچنین گفته اگر مسی توی بارسا از فوتبال خداحافظی نکنه باید توی نوولز اولد بویز این کار رو بکنه. معاون باشگاه نوولز اولد بویز هم در این مورد گفته نمیدونن که آیا این امکان وجود داره که مسی به اینجا برگرده یا نه، این تصمیمیه که باید خودش و خانوادهش بگیرن. اما وقتی ما مارادونا رو در سال 1993 در اینجا داشتیم هیچ کس فکر نمیکرد که او پیش ما بیاد و امیدواریم که این اتفاق برای مسی هم بیفته. خیلی از آرژانتینی ها عاشق اینن که دوباره مسی رو توی آرژانتین ببینن اما خب معلوم نیست که این اتفاق میفته یا نه. نظر شما چیه و به نظرتون عمل کرده مسی توی این سن کم چطور بوده؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.